بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان 20 دقیقه با برنامه شامگاهی صفحه یک مرور کوتاه بر آخرین اخبار و بررسی مطبوعات هر روز ایران در ایران فردا تا سرفصل اهم اخبار منتخب و برگزیده با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت باستاب گسترده بروز اختشاش در سخنرانی هاشمی رفسنجانی در دانشگاه پلیتکنیک تهران از سوی شبه نظامیان منتصب رهبری ایران آغاز رسمی اسکورت کشتی های بریتانیایی در تنگه هرمز از سوی نوهای آمریکایی تازه ترین اظهار موضع حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ضرورت حقوق مدنی اصناف و شهروندان ورود دومین بانوی آمریکایی به کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا همینطور موج هجیمی از خبرهای منتشر است سوی مقامات غذایی جمهوری اسلامی ایران از میزان فسادها با تازه ترین افشای محسنی جی از کشف چهار هزار میلیارد از اموال زنجانی و همینطور در پایان خبری از حوزه ورزش ایران شکست مزایده عظیم فروش باشگاه سرخابی پرسپولیس و استقلال برای سومین بار سرفصل مهمترین عناوین خبری در برنامه امشب سهشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه در 20 دقیقه امشب با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همانگونه که در برنامه های پیشین اشاره نمودیم در رویه جدید نخست بر خبرها مروری کوتاه خواهیم داشت و شرح تفصیلی تر اخبار از سوی همکاران در گروه گزارش روز که سویه های دیگری از آن سوی خبر خواهد بود به سمع و نظر شما بینندگان خواهد رسید همینک افشای جزئیات تازه از پرونده بابک زنجانی ثروتمند محصور و محبوس عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی با اعلام جزئیات جدید از پرونده زنجانی از افشایگری مجلس درباره این پرونده در خرداد ما خبر داد. ایشان از سه بانک بزرگ کشور به دلیل عدم همکاری در این پرونده گرایه می کرد و گفت پرونده زنجانی فرسایشی شده است. امیراباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در یک افشایگری تازه در پاسخ به این سال که دارایی های زنجانی در کدام کشورهاست جواب میداد که بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفت نشان میدهد که از روسیه و تاجیکستان تا مالزی و ترکیه اموال بابک زنجانی پراکنده است البته کارگزار زنجانی در ترکیه رضا زراب است که با فشار افکار بازداشت شد اما مدتی بعد تبرعه شد چرا که دولت و دستگاه قضایی ترکیه اعتقاد دارند این افراد دارایی خود را در این کشور سرمایه گذاری کردند چند بار از دوستان و خانواده رضا زراب تماس گرفتند که در پرونده زنجانی نامی از زراب برده نشود چرا که او تحت فشار دولت ترکیه است رسانه های ترکیه هم معتقد هستند که آنقدر که زراب در ترکیه شناخته شده است زنجانی نیست شرح تکمیلی تر و تفصیلی تر این رویداد را در طول برنامه از یادداشت تحلیلی روزنامه های امروز تهران مرور خواهیم کرد و به استحضار شما بینندگان عزیز خواهیم رسند. در ادامه برنامه همراه با شما به دانشگاه پلیتکنیک تهران می رویم و از تازه ترین اخبار از تشنج سازماندهی شده شبه نظامیان علی هاشمی رفسنجانی می خانیم. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در دانشگاه امیرکبیر تهران که صبح روز دوشنبه 14 اردیبهشت همراه با همسرش عفت مرعشی برای سخنرانی به دانشگاه امیرکبیر رفته بود در بد ورود به این دانشگاه با ده ها دانشجو که عکس هایی از دو رهبر جمهوری اسلامی ایران در دست داشتند و علیه آقای رفسنجانی شعار میدادند مواجه شد. تصاویر و گزارش های منتشر شده در خبرگزاری های مهر همینطور فارس، ایرنا و سایت رجا نیوز و عمده روزنامه های نزدیک به طیف رهبری ایران حاکی از آن بود که این دانشجویان با سردادن شعار و ضربه زدن به کاروان خودروهای همراه هاشمی رفسنجانی شعارهای تندی علیه او سردادند. دانشجویانی که عکس های روح الله خمینی و سید علی خامنه ای را در دست داشتند شعارهایی مانند مرگ بر فتنگر یا فتنگر حیا کن دانشگاه را رها کن موسوی کروبی کر اعدام باید گردند یا دانشگاه امیر کبیر جای استوانه فتن نیست و مردم خیانت های شما در 88 را فراموش می کنند سر می یا با پلاکارت هایی با این شعار نوشته ها در دست داشتند بخش مروری کوتاه بر اخبار کوتاه را با دو رویداد خارجی از ایالات متحده آمریکا پی میگیریم نخواست به تگزاس می رویم و آخرین یافته ها از شناسایی شدن دو مرد مسلح جانباخته در هواشی نمایشگاه کاریکاتور در دالاس. بر اساس گزارش روزنامه های واشنگتن پست و همینطور نیویورک تایمز نام یکی از این مردان آلتون سمسون عنوان شده است که به گفته مقامات آمریکایی پیش از این به زن تلاش برای اقدام تروریستی مورد بازجویی قرار گرفته بود. نفر دوم ندیر صوفی سی و چار ساله و همخانه آقای سیمسون بوده است. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد که مأموران آپارتمان محل زندگی آلتون سیمسون را در شهر فونیکس ایالت آریزونا بازرسی کردهاند این مرد مسلح پس از آتشگو شدن به سوی پلیس بیرون محل برگزاری این مراسم کشته شد در سوی دیگر خبرگزاری رویترز نیز از قول دو مقام پلیس که نخواستن نامشان فاش شود گزارش داد که ماموران پلیس فدرال آمریکا از سال 2006 آلتون سیمسون را زیر نظر داشتند به گفته آنها سیمسون در سال 2010 درباره تمایلش به پیوستن به یک گروه خشونت طلب سومالیایی به FBI دروغ گفته بود به استهزار بینندگان عزیز میرسانیم که نمایشگاه کاریکاتور از پیامبر اسلام بخشی از کنفرانسی بود که مرکز آمریکایی دفاع از آزادی برگزار کرده بود ادامه برنامه مروری کوتاه بر خبرها با رویدادی انتخاباتی از آمریکا نزاع زنانه با حضور زنی از حزب جمهوریخا و رقیب تازه هیلاری کلینتون کارلی فیورینا مدیر اجرایی سابق شرکت فناوری اطلاعات هیولز پاکارد اعلام کرد که برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه وارد میدان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا می شود. خانم فیورینا به احتمال زیاد تنها نامزد زن مشهور از حزب جمهوری خواه برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. خانم فیورینا و دیگر رقیب جمهوری خواه آقای کارسن هر دو افرادی تازه وارد به عرصه سیاسی آمریکا محسوب می شوند که انتظار می رود چهره های اصلی آن سناتورها و فرمانداران فعلی و سابق باشند. خانم فیورینا زمانی که تصمیمش را از برنامه صبح به خیر شبکه بی سی اعلام می کرد گفت که با فرایند تصمیم گیری اجرایی به خوبی آشن است او همچنین به طور مستقیم از تنها زن معروفی که وارد عرصه انتخابات شده است انتقاد کرد خانم فیورینا گفت از هیلاری کلینتون خیلی خوشم میآید اما او قابل اعتماد نیست با این چند خبر کوتاه تا سانیه های دیگر جستاری خواهیم داشت بر روزنامه های امروز ایران در ایران فردا با ما باشیم با درودی مجدد محضر شما بینندگان ارجمند کماکان با برنامه شامگاهی بررسی مطبوعات در خدمت شما هستیم همان گونه که در صدر اخبار اشاره شد و حضور جنجالی و پرهاشیه هاشمی رفسنجانی در واقع صدرنشین روزنامه های اصلی امروز تهران بود خاصه در کمپ اصلاح طلبان از جمله روزنامه آفتابی از تمام نیم صفحه اصلی خود را به این موضوع اختصاص داد و از حضور پرشور آیت الله در دانشگاه نوشت در حالی که روزنامه ابتکار از آن به عنوان خطابه خطیر یاد می کرد روزنامه اعتماد اما در حرکتی تکنیکی و با تیتر ایهامی به استقبال این فقیه جنجلی رفت همونگونه که بینید با دو واژه شور و فریاد پلیتکنیک برای هاشمی آراسته شد که قطعا شور باره مثبت داستان بود و فریاد هم محتملا ای در ایهام از ایجاد مزاحمت جمعی دیگر از بسیجیان بوده است ضمن آنکه روتیتر این روزنامه نیز به نقل از رفسنجانی چنین بود که برای مذاکره کنندگان مزاحمت ایجاد نکنیم اما در این میان روزنامه های طیف تونرو و اصولا ضد هاشمی خیلی زیاد به موضوع مزاحمت بسیجیان در دانشگاه علیه هاشمی دامن نزدند از جمله روزنامه وطن امروز که همواره به این رقیب دیرین میتازد و یا رسالت و حتی کیهان به طور برجستی این بار اظهار موضع نکردند و نشوریدند فقط کیهان وابسته به نهاد رهبری تیتر میانی و نهانی صفحه یک را البته با تصویری گویا و رسا به این موضوع اختصاص داد و صرفا اشاره کرد که امیر کبیر به هاشمی خوش آمد نگفت اما کیهان کماکان به کشورهای منطقه همچون عربستان و امارات میتازد و با دفاع سریح از حوسی شورشی با واژگانی تماما لمپنی و خیابانی از ضرب شست انصار الله به ناوهای سعودی مینوشت ادامه برنامه با چکیده ای از یادداشت های تحلیلی در روزنامه های منتشره امروز تهران از جمله موضوعاتی که بیشتر روزنامه های عمدتا نزدیک به طیف تحول در گستری وسیع تر به انتشار آن پرداختن همانا اظهار موضع تازه حسن روحانی به مقوله قدرت در نظام فقها بوده است حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز معلم در تهران گفته بود نمیتوان به قوه قهریه نظام که دست بند و کلت دارد گفت تو هم اشتهاد کن روحانی که دیروز دوشنبه چهاردهم اردیبهشت در سخنرانی خود در جمع تعدادی از مقامهای دولتی و مسئولان وزارت آموزش و پرورش سخن میگفت در همین زمینه و مضمون میافزود تقویت نظام و اسلام به این است که هر کسی کار خود را انجام دهد به نظر می رسد که اظهارات دیروز حسن روحانی نیز نوعی پاسخ به موجی از انتقادهایی باشد که در روزهای گذشته در واکنش به سخنان چندی پیش وی در مورد وظایف نیروهای پلیس صورت گرفته باشد باستاب ها و واکنش ها به اظهارات حسن روحانی مبنی بر اینکه پلیس صرفا مجری قانون است و وظیفه اجرای اسلام را ندارد کماکان از سوی دیگر تیف ها در ایران نیز ادامه دارد این خط چالشی که نخستین بار با واکنش تلویحی شخص آیت الله علی خامنه ای کلید خورده بود و حتی به کنایه مکتوم گفته بود که اجرای تمام و کمال اسلام نیز وظیفه حکومت اسلامی است همینک وارد فازهای تازه تری می شود در این میان روزنامه ایران ارگان دولت ارگان وابسته خود دولت روحانی در ستون اول دفتر شماره امروز ستونی که عمدتا دیدگاه های رسمی دولت رو منعکس می در یادداشتی داشتی به عنوان تفسیرهای قریب از یک سخن بدیهی به قلم یکی از روحانیون به نام محمد تقی صابحانی به جنجال حول این موضوع اختصاص داد آنچه از سخنان ریاست جمهوری به زم این نویسنده استنباط می شود توصیه به بی پلیس نسبت به اجرای اسلام نیست از منظر نویسنده گوهر مراد رئیس جمهوری ایران آن است که اجرای اسلام برای یک معمور در زیل انجام وظیفه قانونیش محقق می شود و رئیس جمهوری قطعا نمی دو مفهوم قانون و شریعت را در مقابل یکدیگر قرار دهند چرا که در ساختار حقوقی و سیاسی نظام به زمین این نویسنده این دو در تقابل یکدیگر نیستند کماکان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با رویداد هاشمی دانشگاه و یک اتفاق معنادار عنوان یادداشتی بود که روزنامه ابتکار از روزنامه های نزدیک به تیف تحولخواهان ایران منتشر کرد و با انتقاد از مشی شورشیان به هاشمی رفسنجانی آنان را جماعتی هیستریک توصیف کرد که با گلوهای متورم به شعارهای تند و تیز آن هم به زمین نویسنده به محضر بزرگان نظام پرداختند که از منظر ستون نویس ابتکار امری تا حدودی غیر متعارف و عجیب توصیف شده بود ادامه برنامه امشب با رویدادی در عرصه ورزش ایران که بسیار هم مرتوجه روزنامه ها و رسانه ها در تهران قرار گرفت ماجرا این گونه است که برای سومین بار مزایده دو باش... باشگاه معروف و ملی ایران یعنی پرسپولیس و استقلال شکست خورد و عملا به دور چهارم کشیده شد در این میان رئیس سازمان خصوصی سازی زمان برگزاری مزایده چهارم برای تیم های پرسپولیس استقلال را اعلام کرد. پوری حسینی اعلام کرد که مزایده چهارم باشگاه استقلال 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. ایشان از متقاضیان درخواست کرد که تا 28 اردیبهشت سپرده خود را تحویل دهند تا مشکلات مزایده سوم پیش نیاید. زمین که مزایده چهارم باشگاه پرسپولیس هم در همین روز یعنی 29 اردیبهشت برگزار خواهد شد. و اما در این راستا بسیاری از روزنامه های اصلی و پرشمارگان کشور به انتشار نوشتارهای تحلیلی و مبتنی بر گمانه ها از روند و مدل مدیریت نهادهای خصوصی سازی در ایران در خاصه در عرصه ورزش پرداختند از جمله روزنامه خبری تحلیلی شرق در یادداشت اصلی شماره امروز در صفحه یک خود در یادداشتی با عنوان دستهایی در کار است به قلم امیر آبدینی مدیرعامل باشگاه استیلازین پرده های دیگری از مافیای ثروت و قدرت در عرصه ورزش ایران را کنار میزد یا تلاش میکرد که به ذهن خوانندگان این گونه تبادر کند یا القا کند بنابر گزارش روزنامه شرق امیر آبدینی مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس که به عنوان نماینده شرکت استیلازین ایرانیان در مزایده باشگاه پرسپولیس شرکت کرد شدیدا به نتیجه مزایده سوم سرخابی ها اعتراض داشت و تاکید می کند که تمامی اسناد و مدارک استیلازین کامل بوده و این شرکت باید برنده مزایده نهایی اعلام می شد در همین رابطه وقتی از امیر آبدینی سوال شد که از های آقای پور حسینی چه برداشتی داشتید؟ آیا ایشان واقعا تمایلی به واگذاری باشگاه به بخش خصوصی دارد یا نه؟ ایشون این گونه پاسخ داد که من در صداقت آقای پور حسینی هیچ تردیدی ندارم ایشان از بچه های جبه و جنگ است و من به ایشان اعتقاد راسخ دارم با این حال تمام کار در دست ایشان نیست ایشان اجرا کننده است در بخش کلان هیئت سه نفره متشکل از وزرای ورزش و جوانان اقتصاد و دارایی و همینطور وزیر دادگستری تصمیم گیرنده نهایی هستند ادامه ی برنامه با یک رویداد و تفسیر و به اصطلاح تفسیر فرهنگی پس از در حاشیه واکنش ها به سریال هاشیه که به نقش و کار کرده پزشکان می پرداخت و نهایتا مهران مدیری کارگردان و سازنده این سریال تنز ناگذیر به توقف آن شده است. توقف در پخش البته بنابر گزارش انتشار یافته در روزنامه های مختلف بابک زمانی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران در تحلیل و واکاوی خاصی در چرایی موج خشم افکارمومی علیه پزشکان به مصادیق و معلفه های جامعه شناختی جالبی در این راستا اشاره می کرد به زمه این کارشناس آنچه در جریان سریال در بسیاری را قافل گیر کرد نه تنها اعتراض گسترده پزشکان بلکه بیشتر از آن دفاع جانانه بسیاری از مردم و حتی روشن فکران از این سریال و لحن خشمالود و تحقیرآمیز آنان به پزشکان به صورت کلی بود واکنشی که نه تنها بسیاری از پزشکان بلکه بسیاری از مردم و حتی سازندگان آن هم شاید انتظار آن را نداشتند این پرخاش عمومی به پزشکان را هم پزشکان و جوامع پزشکی و هم دولت و جامعه شناسان باید به دقت به زمین نویسنده مورد بررسی قرار دهند به زمین آقای بابک زمانی و استاد دانشگاه علوم پزشکی طبیبان چاره ندارند جز آنکه بپذیرند جامعه به هر دلیلی یا توان آن را ندارد یا نمیخواهد که آنها را به صورت یک کلیت یگانه ببیند اما در حالی که برخی از خبرگزاری ها و روزنامه های اصلی کشور سخن از آغاز داد و ستد مالی و بازرگانی میان تجار ایران و آمریکا میدهند در کمپ آمریکاییان اما با موضوع به گونه دیگر برخورد شد همان گونه که میبینید روزنامه شرق از مسافران اقتصادی در راه از آمریکا به تهران پرده برداشت که گویا نخستین بار خبرگزاری مهر این خبر رو منتشر کرد اما در سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هنوز برای داد و سفت با ایران زود است جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر درباره سفر یک هیئت نفتی آمریکایی به ایران در هفته جاری گفت تایید این خبر بسیار دشوار است ایشان می که در این گزارش نام هیچ فرد یا شرکتی نیز ذکر نشده است آقای راتکه همچنین گفت در صورت هر فعالیتی که ناقض تحریم ها علیه ایران باشد دولت آمریکا دست به اقدام خواهد زد به استهزار بینندگان عزیز میرسانیم که در گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاون وزارت نفت ایران آماده بود که اعضای هیئت آمریکایی در جریان سفری که از میکنم به منظور آشنایی با فرصتهای جدید سرمایه گذاری انجام می شود با برخی از مسئولان، سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت ایران دیدار میکنند. و در وقت باقی مانده ماجره های فساد های سازمان یافته در, اح... در عهد احمدی نژاد را پی میگیریم که از سوی محسنی اجعی رسما رونمایی گردید در این میان روزنامه اعتماد تیتر برجسته را به کشف چهار هزار میلیارد از اموال بابک زنجانی پرداخت و در سوی دیگر روزنامه ابرار نیز محمود احمدی نژاد را در حالی که سردرگم و خسته به نظر می رسد به تصویر میکشاند که دست بر سر نهاده و به نقل از اجعی با واژگان تیرت میزد که پرونده رئیس دولت قبل هنوز مرحله نهایی را طی نکرده است و با این بازخانی و خبر و رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و برق های تازه‌ای از برنامه صفحه 1 در ایران فردا روشن آسمان آبی بدرود